خب، مرد مقاومت، مرد ایثار. ببینید، هرچی واژه است که بوی مردانگی، شجاعت میده، واقعا میشه در مورد شما به کار برد و هم رزمانتون و مردان، مردی که با شما جنگیدن و مردم عزیزی که خودجوش به کمک شماها اومدن، حالا چه قبلش چه بعدش. من میخوام درس میخوام این یک واحد دانشگاهی که شما استاد دانشگاه هم هستید و من میدونم در ارتباط با جنگ و بحث عملیات نامنظم و این داستان ها، میخوام برای ما شاگردانتون توضیح بدید که واقعا چگونه هست که یک گروهی رو، میگن یک مرد جنگی به از سطح هزار، یک گروهی تصمیم میگیرن که این رشادت ها رو انجام بدن، از کجا ناشی میشه. میخوام بریم تو این بحث ها که حالا بعدها انشالله اگر سوالی هم بود دوستان عزیزم در از شما بپرسن. ما حالا با تون کار داریم. من در خدمت شما هستم. اول خدمت شما عرض میکنم که من و همرزمانم، همکارانم، به عنوان یک سرباز این کشور خدمت سربازی انجام دادیم. کار اضافه ای نبود، وظیفه بود و ادای اون تکلیفی که به گردن ما بود. میخوام به شما عرض کنم که رمز پیروزی ما در جبهه مقاومت یک گردان تکاوران با تعدادی همرزمهای دیگر که من اسمشون رو گذاشتم مدافعین خرمشهر، از همه اقشار مختلف، نظامی، غیر نظامی، دانشجو، سرباز، ارزم، همه و همه، با توجه به اینکه استعداد نفری و استعداد تجهیزات و سلاح مهمات ما اصلا قابل مقایسه با دشمن نبود، چگونه توانستیم طرح‌های استراتژیکی دشمن را در خرمشهر عوض کنیم؟ مقابله با اون همه نیروی مجهز، آموزش دیده، دشمن، دشمن بسیار قدر و قوی بود. فکر نکنید ضعیف بودن. ممکن بود یه مقدار مثلا فرض بفرمایید ترسو بوده باشن، ولی خیلی خیلی دشمن قوی بود. حالا رمز پیروزی ما در این نبرد خرمشهر، 34 روز که دشمن میخواست یک روز خرمشهر را فتح کنه، من در چند فاکتور مهم میدونم. اولش رو به عنوان اعتماد به نفس میدونم. اعتماد به نفس، انسان خیلی قدرتمنده اگر بتواند همه قدرت‌های وجودیش رو به منصه ظهور برسانه و در مقابل عمل قرار بده. خیلی انسان قدرتمنده. این از نظر شخص خود من و به نظر خودم این رو در جبهه به چشم دیدم. مسئله بعدی که کمتر از اون نیست، شاید هم بیشتر باشه، عشق به کاره، عشق به وظیفه است، عشق به میهن و ملت است. ما وقتی میگیم سرباز وطنیم، سرباز ملتیم، یعنی اینکه بار بزرگی بر دوش ما هست برای حفظ این آب و خاک و برای محافظت از این ملت بزرگ. ببینید جناب سرهنگ، من یک بارم در صحبت هام گفتم 34 روز مقاومت پشتیبانی مردم بی‌نظیر بود برای ما. اصلا نمیشه تعریف کرد چه بود. یه نمونه خیلی کوچیکش وقتی میگم، من گروهان هام، هر گروهان یه آتش، یک آشپزخانه صحرایی داشت. در این 34 روز من یک بار یکی از اینا رو روشن نکردم. 6 تا آشپزخونه 34 روز روشن نشد. مردم ما را پشتیبانی کردند. فکر گوشت و نمیدونم مرغ و فلان در فکر ما نبود. عشق به میهن، عشق به خاک کشور، عشق به اون وظیفه و تعهدی که با زمان ورودمون به ارتش بسته بودیم، همه بر دوش ما سنگینی میکرد که باید انجام وظیفه کنیم. آدم وقتی پی ببره به قدرت و توانایش، خیلی کارا میتونه انجام بده.
قبل از حرکت به خرمشهر بوشهر آخرین سخنرانی این بود. البته یکی از قسمتهاش این بود: شما هر کدام از تکاوران رو برابر 50 سرباز عراقی محاسبه کردیم. 50 سرباز عراقی. خب من وقتی این موضوع رو باشون صحبت کردم ایمان بهش داشتم. این صحبت من باعث شد همرزمان من واقعا با اون عشق به این کار و به اینی که حرف فرماندهشون رو به منصه ظهور بیارند از اون حدی که نظرم بود بیشتر تقلا کردن. باز هم دارم میگم خودباوری، خودباوری، اعتماد به نفس بزرگترین کاری بود که بچه های ما انجام میدادن. ببینین همه این کارهایی که ما در اونجا انجام دادیم شاید بگم اصلا در بعضی از درس هامون نخونده بودیم، عمل نکرده بودیم، مانور هامون، آموزش هامون، ولی اون عشق، عشق به ملت و میهن مجبور میکرد که ما حد اکثر استفاده از وجودمون رو ببریم. یعنی نفری نبود که به فکر این باشد که خدایی نکرده به نحوی از معرکه جنگ بیرون بیاد. مجروحای ما نمیخواستن از جبهه برن بیرون. نمونش را بیسینچی من بود، غلام قولندی، دستش قطع شده بود نمیخواست بره بیمارستان. جناب سرهنگ اینی من چجوری حساب کنم؟ البته این یه دونه نبودا، خیلی ها بودن. اگر من بخوام اسم بیارم شاید شرمنده بشم از بعضی ها که ممکنه فراموش کرده باشم، ولی این وضعیت رو من به این ترتیب میخوام بگم: ملت ما، ملت قهرمان ما که بزرگترین پشتیبانی رو در زمان جنگ از ما سربازانشون کردن، بدانند فرزندانشون با این علم به جبهه دشمن رفتند. همه میدونن ارتش عراق از جاده شلمچه با چه نیروی داشت حرکت میکرد. 2 لشکر زرهی مکانیزه، 3 گردان چترباز، گردانهای جیش و شعبی، گردانهای گارد ریاست جمهوری. جناب سرهنگ همه مجموع پرسنلی که به عنوان مدافعین خرمشهر نام میبرم به محوریت گردان تکاورن شاید به اندازه استعداد یک تیپ نبود. چگونه نگه داشتند؟ جام بر کف. جانشین فرماندهی نیروی دریایی اون زمان نامه نوشته با تفنگ جسه جلوی تانک به جنگ تانک نمیشه رفت، ولی تکاوران ما این کار رو انجام میدن، تفنگداران ما این کار رو انجام میدن. مدافعین خرمشهر شاید حتی آموزش سربازی هم ندیده باشن این کار رو انجام میدن. این عشق، فقط این فقط عشق است که این جوان داره میاد آموزش ندیده میده من با تکاوران میخوام با هم باشم و بجنگم. 200 نفری که در اول جنگ از نیروهای مردمی، اونا که سربازی خدمت کردن، ما گرفتیم و قاطی سربازا کردیم، همین کاره کردن، عین تکاوران جنگیدن. یادشون بخیر، یاد همه شهدا و رزمندگان و ایثارگران اون زمان بخیر، یاد خانواده همه شهدا و عزیزان و رزمندگان و ایثارگران هم بخیر که همه سلامت و خرسند باشند انشاءالله. مختصری بود از عرایض اول بنده. اگر احیانا سوالی هست فرماشت من در خدمت هستم برای پاسخگویی. من اول بخوام خواهش کنم، چون میدونم 1 ساعت خورده درگیری در سرکار خانم صمدی که از همینجا عرض ارادت و ادب دارم خدمتشون، یک لیوان آب پذیرایی کنم از شما که مقدار گلوی تازه کنید، چون میدونم درگیر بودید همش، تا من ببینم. سوال خودم اینه، جناب بزرگ مرد ارتش که
الان، یعنی شما در یک زمانی می جنگیدید، الان هم دارید می جنگید، به نوعی دارید می جنگید که مشق می کنید، درس می دید، آموزش می دید جوانها رو، و در واقع دارید انتقال تجربه می کنید. اون چه که داشتید در بضاعتتون بود در اون زمان، و حالا علم تغییر کرده، نوع جنگ تغییر کرده. اولا که جنگ، متاسفیم که جنگ هست، اصلا جنگ چیز خوبی نیست، و ما درس جنگ نمیدیم، ما درس دفاع میدیم، درس مقاومت، درس این که من فقط یه نکته میخوام بگم، همین الان هم اخیراً این اتفاق داره میفته، میگن اگر تو دو سه روز اول پیروز شدی که شدی، اگر نشدی و مغلوب، یعنی مقاومت کردن، نیروها خودشون رو پیدا میکنن و نقطه ضعفای شما رو پیدا میکنن و راه مقاومت و این انگیزش ها به وجود میاد. این آنچه که در واقع توی شما با اون صدای بی‌نظیرتون توی زیر مجموعتون ایجاد کردید، توی قلبش نفوذ کردید و خونش رو به جوش آوردید و یک مرد جنگی رو کردید صد مرد جنگی. به هر حال اون رو یه مقداری برامون باز کنید، اون رو. اون الان من دوست دارم، چون جوونا الان دارن میبینن، نزدیک 500 نفر همین الان تو لایو، 500 به بالا همین الان، برای این جوونای مملکت ما، اگر خدای ناکرده از طریق هر کشوری، هر جایی، هر جوری بر به ما هجومی آورده شد، اون چی که شما به عنوان این یک بزرگ مرد میخواین شعار بدید و همون حسی که انگار ما سربازهای شما هستیم و داریم گوش میکنیم به سخنان فرماندم، بفهم. ببینید جناب سرهنگ، من در اول عرایزم اینو گفتم به شما که نحوه ورود ما اصلا به خرمشهر چی هست، اما یک مسئله بسیار مهمی دیگری که ما هم در جبهه داشتیم این هستش که فرماندهان واحد ما از فرمانده تیم، فرمانده گروه، دسته، گورهان و گردان، ما نمی گفتیم آقا برو جلو، افسر برو جلو، درجه دار برو جلو، مهناوی برو جلو، نه اینه نمی گفتیم، ما می گفتیم بچه ها بریم جلو، یعنی بریم جلو، نه تو برو جلو من بمونم عقب، بریم جلو. فرمانده گروه که 9 نفر زیر امرشه، جلوی گروهش داره میره جلو. این جنگ این نوع تخصص را به ما داده بود. ممکن بود فرمانده در این موقعیت بلایی هم سرش بیاد، شهید بشه و جایگزین کردنش خیلی سخت بشه، ولی این جمله و این نوع حرکت، این نوع فرمان و دستور چی ایجاد میکنه؟ اون نفر میگه فرمانده من داره میره جلو، میتونم من عقب بمونم؟ هی میخواد از من بزنه جلو، هی میخواد از فرماندهش از من بزنه جلو. این یک رمز موفقیت اون زمان بود. مگر میشه با تفنگ J3 جلوی تانک رفت؟ بله. یک فردی که تصمیم بگیرد برای دفاع از اون مقدساتش میتونه، نهایت جان فدا میشه. اول حرکتش جان بر کف اومده جلو، میگه من دارم میرم برای دفاع از کشورم، دشمن آمده خونه من، باید بیرونش کنم. جوانای وطن ما باید بدونند این مملکت نیاز به قهرمان و نیاز به سرباز فداکار داره. من اونطور خودم حس میکنم، تکاوران ما هر چند ماه یک بار دور هم همایش داریم، همون کهنه سربازا. البته تو این 2 سالی که بیماری بود تقریبا کم شد، به تا اینکه 21 دی ماه تا 25 دی ماه ما در خرمشهر، خرمشهر را به عنوان مکان مقدس تکاوران میدانیم، ما در خرمشهر یک همایش 170 نفره داشتیم از کهنه سربازان. اونجا هم به چشم خودم دیدم، هنوزم که هنوزه، همه پیرمردند، همه موها سفیده، بعضی ها میلنگن، بعضی ها عصا دستشونه، بازم میگن ناخدا کشور اگر احتیاج داشته باشد هستی ما.
این برای من افتخاره. میخوام بگم جوانان وطن، این کهنه سربازاتتون رو ببینین قشنگ، بشناسین و ازشون درس بگیرید. آینده این مملکت دست شما هاست از همه لحاظ، نه فقط جنگنده. یک عالم، یک معلم، یک استاد دانشگاه، یک مهندس، یک دکتر، اون چی که کشور احتیاج داره، تخصص های مختلف ببینید و در مواقع لازم مثل همین مدتی که این مسئولین بهداشت و سلامت کشورمون از جان و دل خدمت می کردن، اون هم یک جبهه بسیار سنگینی بود برای این آقایون و از همشون باید قدردانی بکنیم. آماده بشیم برای همچین وضعی. هر جای وطن احتیاج باشد ما آماده ایم. دیدیم همین چند وقت پیش حرکت نیروهای مسلح ما را در شمال غرب و شمال، وقتی که در بین ارمنستان و آذربایجان تنش‌های وجود داشت، چگونه کشور ما، نظامیان ما، نیروهای مسلح ما در محل حضور پیدا کردند، سریع و سیر بدون کوچکترین وقفه آماده حرکت. هر کس چشم بد به این کشور داشته باشه، خاک کشور برای ما مقدسه. جوانان کشور، آیندگان، مسئولین عزیز، قدر این سربازان را بدانید، بهشون برسید. کشور در آینده هم به این آدم ها نیاز دارد. موقعیت زمانی، وضعیت جسمانی، وضعیت معاش اینا را طوری نگه دارید که آیندگان راغب باشند برای این عملیات. اول جنگ شما دیدید با فرمان امام راحل چگونه همه ملت ریختند به خرمشهر. ما وارد خرمشهر می شدیم، نوشته بود جمعیت خرمشهر 36 میلیون نفر. بله، همه آماده دفاع از خرمشهر بودن. برای آینده هم همین فکر رو باید داشته باشید. من از اساتید و از معلمان بیشتر، اساتید دانشگاه و معلمان در مدارس، خواهشم اینه درس وطن پرستی، درس میهن دوستی، درس عشق به میهن و ملت را به این عزیزان ما یاد بدن. تنها درس علم نیست، اینا را ما نیاز داریم. آفرین آفرین، چقدر قشنگ گفتید، چقدر قشنگ گفتید. یعنی واقعا اگر که یعنی ما به اون جایی برسیم که یک همچین انگیزه ای داشته باشیم، جوان 15 ساله اون زمان جناب آقای صمدی، شما میدیدید که بلند میشه و داوطلبانه میره دم مسجد، میگه که من نمیدونم، مثلا میگه چند سالته، میگه چند سال باید بره تو، میگه 16-15 به بالا، طرف هنوز 15 سالش نشد، دروغ میگه که بره. برای چی؟ برای این که میخواد از مملکتش دفاع کنه. وگرنه یک جوان 15 ساله چی میفهمه؟ نوجوان 15 ساله. درود به شرفتون. واقعا که من کیف میکنم وقتی شما صحبت میکنید. میخوام ببرمتون به اون روزای خرمشهر، نقطه عطف اون روزا و اون چیزهایی که به هر حال خوشایندتون بود چه بود، و اون چیزهایی که دلتون را آزرد در خرمشهر چه بود. شاید این چیزهایی که شما تا حالا کمتر راجع به صحبت کردید و دوست داشتید اگر جایی مثلا مطرح بخواید بکنید بیشتر بهش اشاره کنید. ببینید جناب سرهنگ، خرمشهر هر لحظهش یک خاطراته. هر لحظهش، یعنی برای یک روز خرمشهر میشه کتابها نوشت. من میخوام به شما بگم که جنگ خرمشهر جنگ بسیار نامتقارن و بسیار خارج از اون حد حدود جنگ متعارف بود. نیروها و تجهیزات و مهمات طرفین با هم قابل مقایسه نبودند. کشور ما در یک موقعیت نامناسبی بود، نیروهای مسلح ما در وضع نامناسبی بود، دشمن از این موقعیت سوء استفاده کرده بود و میخواست به اهداف خودش برسد، ضمن این که
از کشورهای دیگر هم پشتیبانی می شد. این پشتیبانی های اون خارجی ها هم شرق هم غرب، اون موقع دو بلوک بودیم دیگه، شرق و غرب، هر دو از این دشمن پشتیبانی می کردن. غیر از اون اروپا، غیر از اون خلیج فارس. حالا شما این جنگ رو بیار در یک منطقه‌ای، طرف مقابل بسیار قوی و بسیار دست دلباز، همه چی در اختیار، ولی طرف دیگرش در مقابل در وضع نامناسب. چی اینجا میخواد؟ فرمانده عملیات میخواد واحدش رو حفظ کنه، مأموریتش رو انجام بده، دائم دنبال این هست که نقاط ضعف دشمن رو به دست بیاره، از نقاط ضعفش استفاده بکنه و یک تلفات سنگینی بهش وارد بکنه، دشمن رو بترسونه. دشمن اون هزمونی خودش رو نتونه بقبولونه. ما دنبال اون بودیم. فرمانده وقتی میدید نفرش بسیار شجاعانه داره میره جلو، خودش واقعا خوشحال بود، تشویق میکرد. خب جنگ بود، دشمن بسیار قوی بود، بعضی مواقع هم ما عقب میموندیم، زخمی میدادیم، شهید میدادیم، شکست میخوردیم در بعضی جاها، همه جا که ما غالب نبودیم، مغلوب هم بودیم ولی غالب هم بودیم. اینجور جاها معمولاً دشمن شاد میخواد، دوست نداره ما دشمن شاد بشیم. میگفتیم کاری بکنیم که هیچ وقت دشمن شاد نشیم، همیشه خودمون شاد باشیم برای تلفاتی که به دشمن میدیم. گویین که جنگ بده، جنگ یک لغت بسیار بسیار ناهنجاریه، هیچ کس ازش خوشش نمیاد، همیشه دنبالش تخریب و کشت و کشتار و ناملایمات و آوارگی از این چیزا داره. ولی وقتی آدم میخواد از یک تقدساتش، مقدساتش دفاع کنه، باید بجنگه. ما هم در این منطقه همین کار رو انجام میدادیم. شادی و به اصطلاح غم و قصه ما زمانی بود که موفق بودیم و اون قصه من زمانی بود که خدا نکرده شهیدی میدادیم، تلفاتی میدادیم. خیلی عالی. من همیشه به هر حال میبینم شما بیش از اون که از خودتون بگید از نیروهاتون میگید. و اجازه عوض میخوام جناب سرهنگ، من به اون فرمانده، من یک نفر بودم، کار اصلی درسته که مدیریت بود در بالا، ولی کار اصلی اون عمل کننده پایینه، اون که تفنگ 106 را داره اداره میکنه، شهید رضا مرادی فرمانده قبضه‌های تفنگ 106، اون مهمه. شهید ناصر فراهانی که فرمانده دسته شناساییه. البته خیلی اینا هستن، نمیتونم همه را اسم ببرم، ممکنه بعدن مورد گلمندی عزیزانم قرار بگیرم، ولی اون زیر دست‌ها بودن که میرفتن جلو. گویی که من میگفتم بریم جلو، فرمانده گروهان من نمیگفت بچه ها آقا برو جلو، میگفت با هم بریم جلو، فرمانده دست همینجور، همه اینا همینجور. ولی اون چی که برای ما مسلم هست، انجام کار در رده پایینه، مدیریت در رده بالاست، اصل موضوع رو اونا انجام میدن. من همیشه گفتم شماها انجام دادید، حالا من به عنوان ناخدا صمدی همه جا میگم فرمانده گردان تکاورانم. به وجود شماها و به کار شماها و به اون زحمت شماها، جانفشانی شماها دارم افتخار میکنم. آفرین آفرین. من بردیتون بحث عملیاتون، مقاومتون، بحث توپای 106، یک توپی که خب شاید واقعا خیلی وقت از رده خارج شده این توپا، یک توپی که با یه لوله‌ای روی یک جیب سوار میشه و در واقع پایه اصلی اون لوله تفنگ، حالا یا توپ همین ماشین خودروی جیب هست که و مرتبم جابجا میشه و جابجاییش هم توسط فرمانده با توجه به موجبات و مقدوراتی که به هر حال اون لحظه نیاز هست انجام میشه و پوشش و همپوشانی و اینها. آیا توپ 106 جزء وسایل
کاربردی عملیات پارتیزانی یا لا عملیات نامتقارنه، یا اینکه شما ازش به عنوان این موضوع استفاده کردید که یک توپخانه درسته؟ توپ 106 به صلاح سازمانی ما بود. خانم اون پاور بیار برای من. توپ 106 جزو صلاح سازمانی ما هست و تفنگ 106 در حقیقت بهترین ضد تانک، اسلحه ضد تانک. اسمش بهش میگن توپ، لولش بلنده، هم مثل توپ به اصطلاح منحنی تیر اجرا میکنه، هم تیر مستقیم تو ساک. رو این اصل تفنگ 106 اسلحه بسیار مهمی برای ما اونجا بود. ما در اون روز اول که وارد خرمشهر شدیم، رفتیم برای شناسایی دور افق. اونجا احساس من بر این بود که در مقابل لشکر زرهی و مکانیزه هستیم، بنابراین اسلحه ضد تانک زیاد میخواییم. از همه بهتر برای ما RPG-7 بود. چرا؟ سبک و نفر حمله میشه، منتها یه اشکال داره. اولا بردش کمه، 330 متر، بنابراین تا 300 متر باید بریم جلوی تانک. رفتن 300 متر به جلوی تانک کار هر مرد نیست. بله، رو این از ما همون موقع هم تقاضا کردیم 200 قبضه RPG-7 گرفتیم. اینی که اون تفنگ 106 ما برای ما بسیار بسیار پر اهمیت و از اهمیت بود با برد 1000-1100 متر. رو اون از همیشه میگیم تفنگ 106. موشک تابم داشتیم، نزدیک 3000 متر بردش بود، هدایت شونده بود. خمپاره 120 داشتیم، تقریبا 10 کیلومتر و نیم با خرج موشکی بردش بود. اینا سنگین ترین سلاح ما بودن. خمپاره که خب دوستان برای اینکه بدونن ضد نفر رو در واقع چون میره بالا و دوباره عمودی برمیگرده، معمولا پشت مواضع دشمن توسط خمپاره زده میشه. توپ ها چون به هر حال مستقیم شلیک میکنن و تیر، حالا به هر حال یک انحنایی داره، ولی رو در رو مواضع رو در رو که تانک ها رو میزنن که شما اشاره فرمودید. چند تا توپ یا حالا سلاح 106 داشتید؟ من سازمانن 6 قبضه خودم داشتم، 6 قبضه هم از پادگان دژ گرفته بودم، شده بود 12 قبضه. 12 قبضه توپ 106 و 200 تا هم RPG-7 که درخواست داده بود. نه من اومده بودم که قبضه RPG-7 سازمانی گردان بود داشتیم، اونو 200 قبضه هم در اوایل جنگ، در هفته اول جنگ گرفتیم. 200 نفر از جوانان بومی منطقه را گرفتیم، آموزش این دوتا را بهشون دادیم، تیراندازیشو قاطی کردیم با تکاوران نیروی دریایی و تا آخر هم این تکاور با ما کار کردن. لباس تکاوری هم بهشون پوشندیم چون خیلی علاقه داشتن به این کارا. و فراموش نمیکنم هیچ وقت این 200 نفر جوانان رو. یکیش همین سید صالح بود، نه؟ سید صالح آرپی زن معروفی بود. سید صالح موسوی RPG زن و جوان واقعا قدرتمند. اینجاست که میگم انسان پر از قدرت هست. اگر مردی انسانی بفهمد که چقدر قدرت داره و بتونه همه اون قدرتاشو بیاره برای عمل، واقعا خیلی بالاست. سید صالح موسوی یکی از RPG زنهای بسیار خوبی بود. امثال اون زیاد داشتیم در گردان. شما آموزش داده بودید 3 ساله و دیگه؟ نه، بسیجی بود، اومده بود بچه ما کار کرد، آموزش دید دیگه. بسیجی بود، مال ما نبود، با بچه ها آموزش دید. اندرزم جهاناره عزیز، شهید جهاناره، خب خدا رحمت کنه، این مرد مرد بزرگی بود. خب حالا ما تو این گردان دژ کجا بود اون روز؟ اون در اون عملیات، در حمله اونها. این میخوام از اون قسمت پلیس را که جلوشون گرفتید در واقع همونجا یه مقداری باز کنیم برای دوستانمون. ببینید جناب سرهنگ، من همیشه در جاده شلمچه بودم با بچه ها. افسر عملیات من در جاده اهواز خرمشهر. این زمانی بود که عراقی ها اول از شلمچه نتونستن بیان جلو، مجبور شدن که راه را عوض کنن، برن از جاده اهواز بیان پایین.
افسر عملیات من به من بیسیم زد، گفتش که خود تو برسون به پلیس راه اهواز. آخ، من باتریم رفت. اجازه بدید من ایب جامعه نداره. عوض بکنم. اجازه بدید من جامعه عوض بکنم. اصلا دیگران نداشون. اگر رفت دوباره بر میگردیم تیم سار. اجازه جامعه بدید سمدی. یه سار دیگه برین تا من اینو بحث کنم. چیکار کنیم؟ بیا بیا. برگردیم بر. من چه شد؟ راحت باشیم. تصویر هم میتونید بحث کنید که به هر حال تا شما بتونید بحث کنید و این هم. اجازه بدید الان. همین الان من بحث راحت باشیم. راحت باشید، راحت باشید سر. خب دوستان عزیز، اگر سوال از ناخدای بزرگواری به قهرمان جنگ دارید بپرسید تا من اینجا بتونم سوال شما رو هم ازشون بپرسم و قرار شد این لایو سیو کنید، قرار شد منتشر کنید به دوستان دیگه که برگردن. درست قربونتون برم. بله، من میخوام آدم های یعنی یگان هایی رو که تو خرمشهر میجنگیدن یک بار باز نگری، یعنی دوباره گفته بشه برای این عزیزان که بدونن. خدمت شما عرض میکنم. خدمت شما عرض کنم از گردان دژ، گردان دژ البته تلفات زیاد داده بود، بعد فرماندهانش مخصوصا 6 تا فرمانده در اوایل جنگ عوض کرد به علت اینکه هی صدمه دیدند و از عرصه جنگ بیرون رفتن. از گردان دژ بود، یه گردان دیگر از لشکر اهواز 153 بود فکر میکنم، از تیپ 2 لشکر اهواز اون گردان بود. بعد از دانشجویان دانشکده افسری بود، نیروهای مردمی بود، سپاه بود، بسیج بود، یه سری از هوانیروز داوطلبانه اومده بودن برای جنگیدن، بعدها از همافران نیروی دریایی اومد، از کمیته‌های 20گانه تهران اومدند، از شهرستان‌های مختلف اکیپ‌های مختلف می اومدند و می رفتند. ولی پایه اصلی بر عهده تکاوران نیروی دریایی، بسیج و سپاه به اضافه یه تعدادی از گردان دژ و گردانی از لشکر اهواز بود که آخر سر هم در اون عملیات ذوالفقاریه سرهنگ کهتری گردانی از قوچان اومد بعد از سقوط خرمشهر بود. البته قبل از سقوط خرمشهر دو گردان به کمک ما می اومدن، در راه بودن که به موقع نتونستن برسن. یکی گردان 144 لشکر 21 حمزه سرگرد شاهین راد، یکی هم گردانی از قوچان سرگرد کهتری می اومدن، منتها به موقع نرسیدن. اینا بعد از سقوط خرمشهر رسیدن. گردان 144 لشکر 21 حمزه سرگرد شاهین راد بسیار 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 مردانه جنگیدن در مقابل لشکر 3 زرهی عراق که روز 19 مهر از کارون در بالای تلمبخانه مارد از کارون پل زده بود، عبور کرده بود، که در تلمبخانه مارد 3 روز گروهان پشتیبانی گردان تکاوران به فرماندهی ناخدا سارنگ، خدا روحش را شاد کنه، 3 روز جلوی این لشکر را با گروهان پشتیبانی رزمی نگه داشت، ولی لشکر آنچنان نبود که یک گروهان بخواد جلوش رو بگیرد. بعد این لشکر مسیرش رو ادامه داد برای ورود به آبادان که در نهایت رسید به اونجا که از بهمنشیر میخواست عبور کنه در ذوالفقاریه. بعد از اونجا پل زد، عبور کرد. شبانه روز 8 آبان خبر دادن که لشکر داره از بهمنشیر عبور میکنه. سرهنگ حسنی سعدی، سرلشکر حسنی سعدی فعلی، پرسنل دمدست را جمع جور کرد، رفتیم با هم به منطقه ذوالفقاریه. شبانه اینا از پل عبور کرده بودن، از رودخانه نزدیک 3 کیلومتر هم رفته بودن جلو، یک آبادی به نام آبادی سید به اونجا هم رسیده بودن. این مدافعین خرمشهر که باز هم به محوریت گردان تکاوران بود، ارتباط جلو با پشت را قطع کردیم، پل را اجازه ندادیم ازش عبور بکنند. بعد
یگانهای زرهی مکانیزهشون که میخواستن نفر برای زرهی میخواستن از رودخانه عبور کنن، 13 تاشون رو زدن، بچه ها آب بردشون، ارتباط قطع شد. بعد اینا دیگه اون سرپلی که گرفته بودن از دست دادن. تا روز بعد، یک روز بعد، سرهنگ کهتری، سرگرد کهتری اون موقع رسید که عملیات معروف ذوالفقاریه رو انجام دادیم که اولین عملیات موفق در جبهه جنوب بود و عراق از این بابت بسیار بسیار شکننده شد. دیگه یواش یواش جاده ها شروع شدن به تعمیر شدن، باز شدن، که اولین جاده جاده آبادان بود به اهواز. اینم از اینا. جا داره که یاد کنیم از عقاب بی‌بلی را آسمان ایران، تیمسار سرلشکر وان محمود اسکندری عزیز، به خاطر اون رشادت فوق‌العاده‌ای که از خودش نشون داد و تمام خلبانانی که به درخواست شماها و نیروهای در واقع سطحی در عملیات‌های انجام می‌دادن، حالا چه بر علیه نیروهای دشمن، حالا چه نواری، چه یگان‌های پشتیبانیشون، چه حالا هر جوری که عملیات انجام میدن. اینجا ما گفتیم تشکری بکنیم. ضمن این که میخوام ببینم، اولا یگان زرهی داشتیم، ما یگان زرهی ما تانک داشت. من یه دونه تانک داشتم، بنا بود 5 تا تانک بگیرم از گردان، یکی از گردان‌های لشکر 92 اهواز. یک دونه تانک من گرفتم، اونم خدمش ناقص بود. یک نفر فقط سرباز خدمه داشت، هم راننده بود، هم توپچی بود، هم تیربارچی بود، هم مخابراتی بود، همه کاره، که اون هم در جلوی چشم ما تیر خورد، شهید شد، که جناب قرضی استاندار خوزستان با یک بلیزری اومدن با حاج آقا ابوترابی، که من در پشت یک دیوار سعی میکردیم با چند نفر بریم این راننده تانک رو که روی تانک افتاده بود و مجروح بود برداریم. اجازه رفتن به ما نمیدادن، تیربار از اون ته 40 متری میزد ما رو. حاج آقا اومدن به من که بریم سربازه بیاریم، گفتم خب سخته نمیتونیم بریم، گفت نه بریم میاریم. رفتیم جلو، تا پامونو گذاشتیم جلو، تیربار تانک درست زیر پای ما را زد. حاج آقا را کشیدم، ابوترابیان کشیدمش عقب، بعد تشریف بردن سوار جیپ ماشین بلیزری که آقای قرضی هم پشتش رانندش بود. آقای قرضی حتی اون روز از ماشین پیاده هم نشدن. بعد اون تانکی که من داشتم، اونم همونجا رانندش هم شهید شد و دیگه من تانکی در خرمشهر نداشتم. من اینجا میخوام خدمت شما عرض کنم، من یک تقدیر تشکر همیشه بدهکارم به همه خلبانان، هوا نیروز، هوا دریا و نیروی هوایی. چرا؟ چرا؟ اونایی که در خط مقدم می جنگیدن، روی زمین می جنگیدند، ما می دونستیم این خلبان ها چی کار دارن می کنن. هیچ کس به اندازه ماها که در خط مقدم در لدمن جلود می جنگیدیم قدر خلبان ها را نمی تونه بدونه. من فرفتردشون و اونایی که شهیدن روحشون شاد، همیشه یادشون برای من گرامیه. اونایی که زنده هستن، جانبازن یا غیر جانباز، به همشون ارادت خاص دارم، دست پای همشون رو میبوسم، به خصوص بعضی ها که بسیار بسیار برای من عزیزتر هستن، مثل امیر نمکی براتپور، خدا روحش شاد کنه، همشری بزرگوار من، شهید جدی، اینا فراموش شدنی نیستن، اسکندری بزرگوار، بعد خیلی ها هستن. اینا من شاید همه اسامی رو یاد نداشته باشم، شرمنده بشم از بعضیا، همینقدر میدونم نیرو هوایی، هوا نیروز و هوا دریا گردن من به عنوان فرمانده گردان در خرمشهر خیلی حق دارن، خیلی حق دارن، مخصوصا عملیات 13 مهر فراموش نمی شود. افسر اطلاعات من به من دیسیم زد خودتو برسون به پلیس راه. وقتی رسیدم دوربین داد دست من، گفت برو بالا پشتبون نگاه کن. جناب سرهنگ، بالای 300 تا تانک و نفر بر دیدم، آرایش پیکان گرفته و
به سمت خرمشهر، گفتم یا ابوالفضل این شب تمامه. تنها کاری کردم برمی اومد، اومدم رفتم در ستاد عملیات اروند. نمیدونم کجاست این ستوان یکم جمشیدی فر خلبان شما جمشیدی فر افسر رابط هوایی بود، دست به دامن ایشون شدم. گفتم اگر کمک هوایی برای من نیاری امشب همه ما رفتیم. خرمشهر رفته تو اون گرما، رفت داخل چادر، بعد از مدت زیادی عرق ریزان اومد بیرون، گفت نه خدا به من قول دادن نیم ساعت دیگه میرسم براتون. سوار ماشین شدم تا پلیس راه. به همه گفتم بناست الان نیروی هوایی به کمک ما بیاد. ای خدا اون روز چی قیامتی کردن اینا، دستشون پاشون خاک زیر پاشون رو باید ما ببوسیم. تعریف کنید. یک بارم اینو من گفتم، من یک لحظه قررش هواپیماها رو شنیدم، سرم بالا کردم، دیدم یادم نیست 4 فروند بود یا 5 فروند، ولی بعدا به من گفتن معمولاً 4 فروندیه. معمولاً 4 فروندی میان. بله، اومدم بالا سر اینا، شیرجه رفتن، زدن، رفتم بالا، دور زدن دوباره. اینا برگشتن رفتن، 4 تا یا 5 تای دیگه عین همینا. یعنی میخوام بگم ولوله‌ای در داخل این تانک ها و نفر برا افتاد، تعدادی آتش گرفتن، تعدادی برگشتن به عقب، سربازاش و نفر برا شد، اصلا قیامتی شد. قیامت. اون عملیات هرگز یاد من نمیره. به همون جا هست که میگم قربان همه این هواپیمایی ها، خلبان ها من برم و هر جا باشن برای من مقدسن، از ستوان دویشون تا سرتیپ سرلشکریشون، من دست همشون رو میبوسم. ما اینجا باید قربون شما بریم که به عنوان فرمانده میدان نبرد درخواست به جایی داشتید، به جای اینکه خب به هر حال حالا بفرستید، حالا جوونا رو بفرستید جلو، نمیدونم آرپیچ زنها رو بفرستید جلو، تصمیم گرفتید که آقا من اگه بخوام با آرپیچ زن، اینا اومدن و گرفتن و درخواست به هر حال کمک های پشتیبانی نزدیک کردید و هواپیما قطعا از بوشهر بلند شده احتمالا، حالا یا دسفول، من نمیدونم از کجا بلند شدن اومدن و نوعشون چی بود، فرمودید 4 فروند F4 بودن یا F5، ولی من این رو در اینها رو در خاطرات این خلبانان و قهرمانمون شنیدم که ما در ابتدای جنگ میرفتیم و تانک زنی میکردیم و چون به هر حال نیروهایی که حالا ما اونجا داشتیم در اون حدی نبودن بتونن با این حجم از تانک مقابله کنن و این باعث شده بود که این اختلاف، این شکافی بین نیروهای اینها بیفته، اون یگانهای زرهیشون در واقع زمینگیر بشن و خدا رو شکر. و این مقاومت شما بیش از پیش، یعنی اونم با هنر فرماندهی شما، درخواست به جاتونه و درود به خلبانان شریفی که اون موقع من خیلی دوستم جام نمکی تو لایو الان میدونم داره میبینه شما رو و من دیدمشون اینجا. بزرگ مرد نیروی هوایی، بزرگ مرد نیروی هوایی، واقعا از نظر همه چیز امیر، از نظر همه چیز خدا انشالله عزت بهشون بده. جناب براتپور، اونا که زنده هستند و میشناسمشون، همشهری های خود ما، یک تازگی به رحمت خدا رفت. جام نمکی یه چیزی بنویسن برای شما که به حال ناخدا ببینن که این مردان مرد همیشه میشینن پایست، همیشه هم از شما به نیکی جام ایزدستا و جناب نمکی و جام براتپور، همیشه از شما من شنیدم تو این لایوهایی که صحبت میکنن به نیکی یاد میکنن و همیشه میگن که این قهرمان خیلی خیلی واقعا رشادت ها انجام داد در خرمشهر که مثال زدنیه و هنوز که هنوز این مرد آهنین رو به هر حال بر این میداره که ما بشینیم پای صحبت و رشادتش. خب من تا حالا صحبتامون ادامه کنه، من میخوام از تیپ نوحه بپرسم. تیپ جناب حیدریان عزیزم که رفیق شفیقت، میگه درود بر دلاور شجاع از کنم خرمشهر، احتمالاً جناب افتخار ما هستی، میفهمم درود بر دلاور افتخار ما هستی و میخوام ضمن این که حالا این دوستان دارم می نویسن من براتون میخونم،
از تیپ نوهد برام بگو، از تیپ دش، از گردان دش بگید، از خودتون این اتفاقایی که اونجا افتاده یه مقدار اینا رو باز کنیم که حالا لایو امشب هم دیگه زیاد مخصصتون نکنیم. با من هستی یا با کسی دیگه؟ با شما. خب ببینید، من از نیروهای ویژه چتباز تیپ نوهدینا چون باهاشون کار نکرده بودم اونجا زیاد اطلاعاتی ندارم، ولی اون چی که در خرمشهر در 34 روز اتفاق افتاد مطمئنن اون نیروهایی که اونجا بودن خدمتتون عرض کردم همه رو، ولی نیروهای به اصطلاح تیپ نوهد رو من در جریان کاراشون زیاد نیستم، ولی خب باشون همیشه هستم و ارتباط دارم. البته از گردان دش بپرس بگید لطفا. بله گردان دش عرض کردم خدمتتون. گردان دش ببینید، گردان دش اگر همون گردان دش اصلی بود در زمان جنگ، دشمن هیچ وقت نمیتونست وارد خرمشهر بشود. ببینید فاصله بین شلمچه تا طلایه نزدیک 90 کیلومتر راهه و این منطقه بسیار صاف. از قدیم از سال 1342 که من در شیراز دوره مقدماتی پیاده می دیدم، استادان تاکتیک اون زمان جناب سرهنگ کلارستاقی، هر جا هست خدا نگرش دارد انشالله، اون موقع استاد تاکتیک بود، وقتی دست می داد به ما در روی نقشه ها در روی کالک، دشمن ما همیشه در غرب بود، عراق همیشه خط قرمز بود اون موقع برای ما. اون موقع میدونستن که عراق اگر بخواد حمله کنه بهترین راهی که میشه وارد بشه همین منطقه بین شلمچه و طلایه است. این منطقه 85-90 کیلومتری رو 32 قسمت کردند، 32 تا دژ در اینجا درست کردند. در این 32 تا دژ یک سنگر بزرگ بود که توش 12 تا تخت بود، 3 طبقه. تخت ها 3 طبقه بود، 3 طبقه بودن، 12 تا به اضافه یه دونه تخت 1 طبقه. اینا برای سربازان این دژ بود. در این دژ یک تانک بود، 2 تا تفنگ 106 بود، 1 دونه تیربار. 32 تا تو این منطقه تانک، 64 تا تیربار، 64 تا تفنگ 106، 32 تا هم تیربار. خدمه اینا تو این دژها بودن. وظیفه اینا این بود که عراق اگر از اینجا حمله کرد 48 ساعت باید مقاومت کنند، جلوی ارتش عراق را بگیرند تا تیپ های لشکر 92 زرهی از پادگاناشون برسن به اینجا. بعد از انقلاب این دژها به اون ترتیب دیگه نبود، دیگه اون موقعیت اون زمان را نداشت. ولی خب گردان دژ 4 گروهان بسیار مجهزی داشت، 2 گروهان 2 گروهان در طول همه مدت در این دژ خدمت می کردن، مواظب بودن همیشه. در زمان جنگ هم از اوایل جنگ بسیار بسیار فعال بودن، فرماندهانشون چند تاشون به شدت مجروح شدند و از جبهه رفتند. به همین علت گردان دژ اون انسجام لازم رو نتونست حفظ کنه، گویی که بقیه به شدت زحمت کشیدن، اونا که مونده بودن به شدت زحمت کشیدن و نمیشه زحمات اینا رو فراموش کرد. بسیار بسیار جانانه در همه جا جنگیدند، ولی خب اینها به قول معروف یه فرمانده جدید تا بیاد به واحدش آشنا بشه، واحد اداره بکنه، اون هم در زمان جنگ خیلی سخته. ولی خب اونهایی که بودند مثل سروان عیازی، اونه که من میشناختم، مثل سروان عیازی، فکر کنم ایشون مال طرف های کردستان هم بود، خب از اون افسرهای بسیار زرنگ خوب بود، خدا رحمتش کنه، جناب سرهنگ قمری، جناب سرهنگ علی قمری. خدمت شما عرض کنم اینا باقی مونده هایی بودن که ما میشناختیم اینا رو. اینا خیلی خوب جنگیدن اون زمان، خیلی خوب جنگیدن، با توجه به که گردانشون صدمه خیلی زیادی دیده بود. همینقدر میدونم که 11 یا 19 نفرشون رو عراق وقتی دژ رو پا
پادگان دژرو، یعنی بالای خرمشهر، پادگان دژرو وقتی تصرف کرد روز 19 مهر 19 نفرشون رو سر بریدند. تهمونده گردان دژ بودند، 19 نفرشون در اون پادگان سر بریده شدند. اینقدر اینا مقاومت کردند، ترک موقعیت نکردند که سر بریده شدند. جناب سرهنگ روحشون شاد، خدا انشالله صبر بسیار بسیار شکیبایی زیاد برای خانواده اونا بده. این گردان هم از اون گردانایی بود که تلفات زیاد داد، زحمت زیاد کشید، بسیار بسیار قدردانم، گویی که همرزم ما هم بودن، به اصطلاح کمک ما هم بودن دیگه. اینا هم برای خرمشهر، برای آزادی خرمشهر میجنگیدن، اینا هم وجودشون در اونجا همیشه بود. خب من فکر میکنم تا یه 5 دقیقه دیگه در خدمت شما باشیم، به خاطر اینکه خیلی خستتون کردیم. ان شاءالله بقیه مصاحبه رو من از مردم عزیزم خواهش میکنم، از این 567 نفری که تو لایون و همه اون کسایی که میبینن، اگر سوالی از ناخدای بزرگوارمون دارید زیر همین پست بنویسید که من به دوستان بگم جمع‌آوری کنن توی برنامه‌ای که انشالله در تهران باشن ایشون و سایکا خانم پریا صمدی هم باشن، چون میدونم مسئول سمی بصری ناخدای بزرگمون خانم مهندس، اگه خانم پریا صمدی شغلشون رو میفهمید دختر خانمتون رو جان؟ میگم شغل و تحصیلات دختر خانومتون خانم پریا رو میفهمید؟ مهندس چیز آرشیتکت هستن ایشون، فوق لیسانس آرشیتکت از دانشگاه بهشتی. ماشاءالله شهید بهشتی، عالی، به به، و یکی از بهترین دانشگاه ها که خانم دکتر صدیقی نام اونجا مدیرای لایو پزشکی استاد دانشگاه هستن. درود بر سرکار خانم مهندس پریا صمدی عزیز که میگم هم مسئول صمیم بصری تیمسار هستن و هم واقعا در کسوت هنر و شغل با ارزش معماری واقعا فوق لیسانس و کارشناس ارشد هستن. انشالله که خدا حفظشون کنه هر جا هستن. فرزندانتون رو، سرکار خانم صمدی نازنین رو که اینقدر با واقعا محبت، اینقدر با عشق کنار شما از اون زمان هستن، شما نمونه بارز یک زن و شوهر وفادار با واقعا یعنی الگو و مثال زدنی برای جوانان ما هستید. قریب چند سال در کنار هم دارین زندگی میکنین؟ 49 49 ما ازدواج کردیم قربان، 2 دختر هم دارم. البته من بگم خدمت شما پریا عزیز، من در کنکور نفر دوم کنکور شده بود، معماری نفر دوم کنکور معماری شده بود، دختر بزرگم هم دندون پزشک هستن. ماشاءالله خانم دکتر صمدی. من اینجا بدهکارم باز هم به خانواده ها، باز هم یک تشکری بکنم از همسران همه نظامیان، به ویژه نظامیانی که همرزمای خودم بودن، از همسر خودم حتی. اینها واقعا اگر در جبهه‌ای که ما بودیم به قول معروف کمک ما نمی کردن، ما نمی تونستیم درست تفکر کنیم، درست تصمیم بگیریم. من وقتی از زندگیم در تهران بچه هام خیالم راحت بود، اصلا به فکر خانواده نبودم و خوب تصمیم می گرفتم، چون می دونستم من همسرم می تونه بچه هاشو اداره کنه، زندگیشو اداره بکنه و نیازی به من نداره. خودشم می دونست که من وقتی رفتم اونجا نباید از من توقع داشته باشه و هیچ وقتم نداشت، و این برای من فراموش نشدنیه که در اون زمان با اون وضعیت بنزین کوپنی و 1001 مشکلات توانست، من 61 ماه در جبهه بودم جناب سرهنگ، 61 ماه من در جبهه بودم، توانست 5 سال زندگی منو به نحو احسن اداره کنه که دخترای منم هیچ نوع استفاده ای از رزمندگی من در کنکور یا در استخدام یا در جای دیگه نکردن. ای جان شما 2 دختر دارید درسته؟ بله، 2 دختر که یک مهندس و کارشناس ارشد معماری و دیگری هم دندان پزشک. یک مرد موفق در میدان نبرد، در زندگی هم این چنین موفق بوده و 51 سال اگه اشتباه نکنم در کنار همسرتون
زندگی موفق داشتید و هنوز که هنوزه کنار هم با عشق دارید زندگی میکنید. خلاصه مادام موسیو میریز شمال و به حال بچه ها هم سر زندگی هاشون، انشالله که خداوند بهتون سلامتی بده و خود همین موفقیت در زندگیتون هم میتونه یک الگو برای جوانای کشور ما باشه که قدر همدیگر رو بدونن و همدیگر رو، یعنی این زندگی اینقدر کوتاه هست که جناب ناخدا الان انگار پرک زده از خرمشهر و برگشته الان در این لحظه هست. شاید اینقدر کوتاه بوده به نظر من که الان تمام اون خاطرات و رشادت ها هنوز یادشه. درود به شرفتون، من دست شما رو میبوسم. ضمن این که جناب میرزایی از اسلام آباد یک معلم مدرسه میگه جناب حمزه‌ای از طرف من دست ناخدا صمدی رو ببوسید، من یک معلم یک شهرستان اسلام آباد هستم و به عنوان یک معلم و خانواده فرهنگی دارن دست شما رو میبوسن. چه پیامی برای این مردان نازنین دارید و مردم عزیز؟ من میخوام بگم که من فدای ملتم، سرباز این ملک و ملتم، فدای ملتم. دست همشونو میبوسم، پای همشونو میبوسم. اگر کاری انجام دادم که مورد قبول الهی بشه و ملت بزرگ بشه، فقط انجام وظیفه و ادای تکلیف، همینو بس. الهی که خدا حفظتون کنه. ما هرچی داریم واقعا از شما بزرگان و مردان مرد روزگار داریم و اگر این چنین به خودمون میبالیم و داریم میبینیم کشورهای دیگر رو، مقاومتاشون رو داریم میبینیم و رشادتاشون رو داریم میبینیم و مقایسه میکنیم با مردان مرد روزگاری که در اون زمان در اون شرایط خاص این چنین مردانه جنگیدن و برای آوردن پایین جنازه اون دختر 3 تا شهید میدن و اون چنان خون در رگهاشون به جوش میاد که یک مرد جنگی، یک مرد از تبار جناب صمدی، از کلا سبز ها در مقابل اونها 100 مرد بود، از جناب عیازی ها، از جناب قمری ها و همه اونها آدم ها، اون انسان هایی که جناب حتی همین محمد از کنم همین که توی خرمشهر، همین جناب سید صالح عزیزمون، همین محمد آقای معروفمون، من یهو یادم رفت، قالندی ما، بیسیمچی من، قالندی جام، قالندی عزیزمون، واقعا جهان آرای عزیز، همه واه به به به. خب من حرفی نمیمونه بزنم، من فقط واقعا میخواد و این جور زمان ها که داریم میبینیم مردم یک کشور در ناز و نعمت و شاید اونها باید بیشتر دلشون بسوزه که از کشورشون دفاع کنن، خب سعی میکنن ترک کنن صحنه رو، ولی خب الان یواش یواش دارن به خودشون میان و ما این لایف ها شاید نشون میده که این جور موقع ها ما دلمون برای شماها تنگ میشه و شجاعت شماها و بالیدن ماها به شما اینجور جاها خودشو نشون میده که ما به شماها ببالیم و به خودمون برای خودمون کیف کنیم که یک همچین کشوری با یک همچین جواهراتی داشتیم که هنوز که هنوزه مردان مردی مثل شما سایهشون به اثر این کشور مستدامه و خدا میخواد شما بمونید، چون شما سفیر مقاومتید، شما سفیر ایثارید و باید شما سفر کنید و برید به همه جا، به نظر من به تمام دنیا باید برید، به اونجایی که ما افتخار ما اصلا دوست داریم مقاومت رو یاد بگیرن، شما برید به اون کشورهایی که با ما دوستن ارتباطی داریم، بریم بعد شما درس مقاومت بدید، همونجوری که دانشگاه ما به هر حال الان شماها دارید میرید و تدریس میکنید. درود بشن، یه خاطره ما رو دعوت کنید، یه خاطره ناب که تا حالا تعریف نکردید از اون زمان و ما دیگه شما رو به خدا بسپاریم، ولتون هم نمی کنیم که. والله خاطره که خیلی آمادگی ندارم برای خاطره. اگر اجازه بدی میخوام یک شعری بخونم و خداحافظی بکنم. با کمال میل. باشه. ز فردوسیم آمد این گفته یاد، که داد سخن را چو او کس نداد، چو ایران نباشد تا
تن من مباد، بدین بوم و بر زنده یک تن مباد، همه روی یک سر به جنگ آوریم، جهان را ببخشید. درک میکنیم نه خدای عزیزمون، درک میکنیم، قربونتون برم. خیلی ممنون. خدا حفظت کنه. من میدونم یاری خداحافظ، تحت تاثیر قرار میگی. خدا حفظتون کنه. انشالله یک تایم دیگه در خدمتتون هستیم. خداحافظتون، قربونتون.